سلام، شب شما بخیر. به سرویس خبری امشب از غزنویان خوش آمدید. امروز پنجشنبه 13 ماه قوس خورشیدی که برابر است با 3 دسامبر 2020 میلادی. در نخواست سرخط خبرها، استقبال شمار از نهادهای داخلی، خارجی و شهروندان کشور از توافق روی کار شیبی مذاکرات سال. مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا دارند و او خاموش شدن تفنگ ها است هر قدر زودتر. او حفظ دستاوردها است با مدیدیتش و در کمک بیش از 130 خانواده فقیر و بی سرپرست از سوی یک نهاد خیریه در کابل. جمع‌آوری بیش از 20 اراده وسایط شیشه‌سیاه و بی پلید در شهر پلخمری از سوی پلیس بغلان. با شناسایی 276 مریض جدید کووید 19 و فوت 19 نفر در یک شبانه روز گذشته در افغانستان. حال هم مشروع خبرها، توافق روی کار شیوه مذاکرات صلح میان هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه با استقبال نهادهای مختلف داخلی، خارجی و شهروندان افغانستان روبرو شده است. ناوقت دیروز هر دو طرف از نهایی شدن توافق بر سر کار شیوه مذاکرات صلح خبر دادند. شهروندان افغانستان نیز با استقبال از این توافق خواهان تسریع روند مذاکرات، تامین آتش بس و پایان جنگ در افغانستان هستند. توریال یعتابش جزئیات می‌دهد. هیئت‌های مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان بر سر کارشیوه مذاکرات صلح به توافق رسیدند. نادر نادری، عضو هیئت مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از نهایی شدن توافق بر سر کارشیوه مذاکرات صلح دوحه قطر خبر می‌دهد. آقای نادری می‌گوید که این کارشیوه با در نظر داشت تصمیم دولت افغانستان، ارزش‌های افغانستان نوین و اراده مردم افغانستان نهایی شده است و پس از این کار روی مندرجات اصلی آژندای مذاکرات میان افغانان صورت می‌گیرد. با در نظر داشت تصمیم مردم افغانستان و تصمیم دولت، ای طرز العمل نهایی ساختیم، نهایی شده و از امروز بس روی مندرجات اصلی آجندای مذاکرات آغاز شد. و ای طولانی شدن گفتگوها روی توافق بر سر کارشیوه را یک نیاز می داند و می افزاید که کمیته کاری مشترک ایجاد شده است تا عناصر آجندای مذاکرات را تدوین نماید. آقای نادری میگوید که اکنون تلاش های هیئت مذاکراتی دولت افغانستان، تأمین آتش بس، حفظ دستاوردهای نوین افغانستان و پایان جنگ در کشور است. چیزی را که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در نظر داره، عین اونمو خواستای است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا دارند و او خاموش شدن تفنگ ها است هر قدر زودتر. او حفظ دستاوردها است با موجودیتش و در این حال چیزی را که مهم است، جنگ باید ختم شود و مردم افغانستان مستحقش هستند که ببینن آتش خاموش شده. توافق بر سر کارشیوه صلح دوحه قطر با استقبال گرم شهروندان افغانستان نیز روبرو شده است. از این میان باشندگان غزنی ضمن استقبال از این توافق خواهان آغاز مذاکرات رسمی میان افغانان، تامین آتش بس و نتیجه گرفتن از مذاکرات میان افغانان هستند. این توافق با استقبال ناتو و سایر نهادهای ملی و بین‌المللی نیز روبرو شده است. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، از شکسته شدن بن‌بست در گفتگوهای بین‌المللی در قطر استقبال می‌کند. ینس استولتنبرگ از جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، خواسته است که پس از برگزاری مراسم تحلیف برای بحث روی مسئله افغانستان به بروکسل سفر کند تا درباره ادامه حضورشان در افغانستان به گونه مشترک تصمیم بگیرند. در این حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در توییترش نوشته است که گفتگو کنندگان دولت افغانستان و طالبان برای گفتگو روی نقشه راه سیاسی و آتش بس همه جانبه روی یک سند 3 صفحه‌ای حاوی اصول گفتگوها
توافق کردند. دولت قطر نیز از توافق بر سر مقدمه کارشیوه گفتگوهای صلح افغانستان استقبال کرده و آن را یک نقطه عطف در روند گفتگوهای بین‌الافغانی می‌خواند. ارگ ریاست جمهوری نیز از این توافق استقبال کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت نوشته است که رئیس جمهور افغانستان نهایی شدن طرز العمل مذاکره در دوحه را گام به جلو برای آغاز مذاکرات اصلی و خواست مردم ما که همانا تامین آتش بس برای برقراری صلح پایدار در افغانستان است دانسته و از آن استقبال می کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه نیز در توییترش از این خبر استقبال کرده و آن را گام بزرگ برای پیشرفت در گفتگوهای صلح افغانستان عنوان کرده است. آقای عبدالله از قطر برای میزبانی و دیگر حامیان روند صلح افغانستان نیز سپاسگزاری نموده است. دفتر خیریه سید النساء عالمین به بیش از 130 خانواده فقیر و بی سرپرست در شهر کابل مواد سوختی زغال سنگ تصفیه شده کمک کرد. مسئولان دفتر خیریه این نهاد میگویند این خانواده های فقیر و بی سرپرست را بر اساس یک سروی در بخش های مختلف کابل با همکاری نمایندگان محل و ملا امامان مساجد شناسایی کرده و برای هر خانواده 144 کیلوگرم مواد سوختی زغال سنگ کمک توزیع کردند. در همین حال خانواده های نیازمند از توزیع کمک های مواد سوختی در زمستان ابراز خرسندی کرده، از دولت و افراد خیریه می خواهند دست نیازمندان کشور را بگیرند. صمیم فیضی جزئیات می دهد. در آستانه فصل سرما دفتر خیریه سید النساء عالمین برای 133 خانواده فقیر و بی سرپرست در شهر کابل مواد سوختی زغال سنگ کمک نمود. مسئولان دفتر خیریه سید النساء عالمین میگویند در جریان 3-4 ماه سروه به هدف شناسایی افراد و خانواده های فقیر و نیازمند روی دست گرفته که در این مدت 133 خانواده به شدت فقیر و بی‌بضاعت را با همکاری نمایندگان محل و امامان مساجد شناسایی کردند. آنان می‌افزایند برای هر خانواده تهیده است 144 کیلوگرم زغال سنگ تصفیه شده کمک کردند. ما حدود 20 تن که برابر با 20,000 کیلو سنگ زغال میشه برای مردم نیازمند و متعفف و مستحق کابل توزیع میکنیم و این کمک ها از طرف لجنت سیدت النساء العالمین متبرعین و کسای مردم های خیری است که برای کسانی صورت گرفته که اونا کاغذ لاته کنه، جل کنه و پلاستیک ناتش میکنن. در همین حال خانواده های فقیر و نیازمند از توزیع کمک های دفتر خیریه سید النساء در فصل زمستان ابراز خرسندی کرده و از مسئولان این دفتر اظهار امتنان نمودند. خوبه دیگه، خدا رو شکر تلازه که سخت نقطه نداشتیم به جز همیز پلاستیک و اشغالی های آتش میگیدیم. بر فعلا شکر کنیم، تشکر از میاسی خیریه که کمک ها رو توزیع میکنه. همینجی نفرهایی که همینجی ما را طلب کرده کمک میده. نه تشکر، اگر تشکر که در مردم غریبی بیچاره افغانستان کمک میشه خدای را زیاد بده، تشکر. همچنان برخی از این خانواده ها از دولت و افراد خیر کشور خواهان کمک رسانی در فصل سرما شده است. این خانواده ها میگویند که مسئولان دولتی برای آنان تا کنون هیچ کمکی نکرده است. ما از دولت هم از سرمایه های گذران داخلی هم تقاضای امیر دارم که مثل زمین آوری دست مردم هایی که بی‌وضاحت هستند، مشکل دارند، چه در هر عرصه‌ای که باشه، کارگر هستند، در معارف هستند یا کسایی که زیردست هستند، معاش کم دارند، با اینا همکار باشند و دمی بخشا حداقل دستشان را بگیرند. از دولت به ما هیچ نرسیده، یعنی چیزی که اینمی سرمایه دارای گو دستی از دولت به ما هیچ نرسیده. بر اساس اطلاعات این دفتر از بخش های مختلف کابل بیش از 700 نفر نیازمند شناسایی شده و در کوتاه مدت برای این افراد نیز مواد سوختی زغال سنگ توزیع خواهد شد. به گفته آنان اکنون روند توزیع نان خشک نیز برای خانواده های شهدا و بی بضاعت در شهر کابل جریان دارد.
مسئولین امنیتی در ولایت بغلان از جمع‌آوری 20 اراده وسایط شیشه‌سیاب و بدون پلیت در سطح این ولایت خبر می‌دهد. مل پاسوال محمد ویس صمیمی فرمانده پلیس بغلان می‌گوید این دستاوردها طی هدایات و دستورات ریاست جمهوری و وزارت داخله کشور اجرا گردیده است. پرویز ساحل گزارش می‌دهد. 20 اراده وسایط بدون پلیت و شیشه سیاه در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان از سوی منصوبین امنیتی جمع‌آوری گردیده است. مال پاسوال محمد وی صمیمی فرمانده پلیس بغلان میگوید که طی هدایت مقامات در ریاست جمهوری و وزارت امور داخلی کشور در نتیجه رواندازی ایجاد چکپاین ها تحت نام میثاق امنیتی بیش از 20 تراته وسایط شیشه سیاه و بی پلت را جمع‌آوری نمودند. فرمانده پلیس بغلان همچنان از ایجاد چکپاین های امنیتی و از جلوگیری از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در سطح این شهر صحبت می کند. جام ترافیکی و وسایط بی اسناد که در جاده حرکت می کنند، یک تعداد وسایطی که اسناد فاقد اسناد هم هستند و از پیش از او یک تعداد تخلفکارا استفاده می کنند که اونمو سبب آزار و اذیت همشهری های ما می گردند. در این قسمت با جدیت کامل همی کمیسیون میثاق امنیتی کار میکنه. ما امروز یک تعداد وسایط که شیشه های سیاه داشتن و اینا فیلم گرفتگی بودن و اینا در سطح شهر به بعض سرقت ها و به بعض تخلفکاری ها دست میزدن، اونا را هم دستگیر کردیم و کسایی که سلاح بدون جواز میگردانن و کسایی که از یونیفرم مقدس پلیس و نیروی امنیتی استفاده میکنن اونا را دور دادیم. ولایت بغلان از ولایت‌های ناامن است که در شمال کشور موقعیت دارد. علاوه بر این که جنگجویان گروه طالبان و گروه داعش در شماری از ولسوالی‌های این ولایت حضور و فعالیت دارند، حضور افراد غیر مسئول نیز روان مردم را در این ولایت می‌آزارد. وزارت معدن و پترولیم میگوید 68 معدن به زودی به داوطلبی سپرده می شود. هارون چغانسوری وزیر معدن و پترولیم میگوید که 68 معدن به زودی به داوطلبی سپرده خواهد شد. آقای چغانسوری امروز به خبرنگاران گفت که موضوع داوطلبی این معدن از سوی شورای عالی اقتصاد تصویب شده است. به گفته وزیر معدن و پترولیم از این معدن سالانه 150 تا 170 میلیون افغانی آید به دست می آید و حدود 3000 نفر در آن مشغول کار خواهند شد. وزارت صحت عامه کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 2379 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای این وزارت تست شده که نتایج آزمایش 276 مورد آن مثبت تشخیص شده است و 19 تن بر اثر ابتلا به این مریضی جان دادن. جزئیات بیشتر در گزارش می‌بینیم. تعداد موارد مثبت کرونا در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، پکتیا، قندوز، بغلان، پروان، نیمروز، میدانوردک، هلمند، لغمان، خوست، زابل، سمنگان، فاریاب و اروزگان به ثبت رسیده است. به این ترتیب شماره مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 47256 نفر افزایش یافته است. همچنان در 24 ساعت گذشته 19 مریض کووید 19 جان دادند. شماره فوتی ناشی از مریضی کووید 19 در کشور به 1841 نفر افزایش یافته است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه کشور در 24 ساعت گذشته 276 فرد مبتلا به ویروس کرونا در کشور بهبود یافتند و شماره بهبود یافتگان این ویروس به 37302 نفر رسیده است. بعد از میان برنامه بیننده خبرهای کوتاه باشید.